کاملا درسته این نظری که اخیرا ابراز فرمودید از قول شاهنامه پژوهان. ببینید فردوسی آنچه مسلمه و دیگه به ثبت رسیده و همه شاهنامه پژوهان متفقن این که شاهنامه ابو منصوری رو که ابو منصور عبدالرزاق سپاهبد خراسان اندک زمانی پیش از آغاز کار فردوسی فرمان به تدوینش داده بود و با حضور دهقانان حافظ فرهنگ کهن و موبدان که اونها هم به نوعی نگاهبانان فرهنگ کهن ایران بودند، با حضور اونا روایت های کهن رو ابو منصور عبدالرزاق دستور داد و فرمان داد که تدوین بکنن و با حضور اونها تدوین شد و به نام خود فرماندهنده این برنامه فرهنگی که خود عبدالرزاق بود، ابو منصور عبدالرزاق بود، این شاهنامه معروف شد که به نثر بود، البته معروف شد به شاهنامه ابو منصوری. و به طور قطع و یقین فردوسی که اندک زمانی پس از تدوین این شاهنامه زندگی می کرد و اطلاع داشت از این، و چه بسا که نسخش زیر دستش بود، به احتمال زیاد نسخه شاهنامه ابو منصوری زیر دستش بود و از اون بهره می گرفت، که البته می توان به یک تعبیر گفت که شاهنامه ابو منصوری یک نوع بازنگاشت یا بازآفرینی خدای نامه که دوره ساسانی یا خدای نامه دوره ساسانی بود، که خدای می دونیم در این ترکیب نه به معنای آفریدگاه بلکه به معنای شاه هست، و خدای نامک یعنی نامه شاهان، یعنی درست خدای نامک همون معنی شاهنامه رو میده. و این اصل خود خدای نامک ساسانی خب متاسفانه هیچ ردپایی از خودش نداریم به زبان پهلوی و یا ترجمه از اون به زبان فارسی نداریم متاسفانه، ولی میشه و به ظن قریب به یقین گفت که شاهنامه ابو منصوری نوعی جانشین خدای نامک است و فردوسی از اون استفاده. فردوسی خودش از خاندانهای دهقان بود و دهقانان، دهقان به معنای امروزی به معنای ساده کشاورز نبود، بلکه دهقان کسانی بودند و طایفه ها و خاندان هایی بودند که صاحب آب و ملک بودند و در واقع اعیان و برجستگان روزگار بودند. در این حال غیر از جنبه شغلیشون که کار کشاورزی و زمینداری و ملکداری بود، به دلایل سنت هایی که به ارث بهشون رسیده بود، نگاهبانان فرهنگ کهن هم بودند. فردوسی در یک چنین بستری و در یک چنین خانواده هایی در واقع به وجود آمد، پا به عرصه هستی گذاشت و بنابراین نزدیکترین کسان به او پیران و کاراگاهان و فرهیختگان خاندان های دهقان بودند و بنابراین خیلی طبیعی بود که از وجود اونا استفاده فراوان بکنه. به این ترتیب میتونیم بگیم که شاهنامه دو دسته خواستگاه داره وقتی فردوسی شروع به کارش میکنه. یک دسته نگارشی یا نگاشته شده است که همون شاهنامه ابو منصوری هست و شاید شاهنامه های نوشته دیگری هم بوده است که ما رد پای روشنی از اونا نداریم. به هر حال اینا به دست فردوسی رسیده بوده و زیر دستش بوده است و از طرف دیگر از روایت‌های زبانی و شفاهی پیران و فرهیختگان دهقان هم استفاده کرده.